موج موج می آمد چون کوه به ساحل می خورد. از دل تیره امواج بلنداوا که غریقی را در خیش فرو می برد و غریبش را با مشت فرو می کشت. نعری خسته و خونین بشریت را به کمک می طلبید. آی آدم ها، آی آدم ها، ما شنیدیم و ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم. به خیالی که قضا، به گمانی که قدر بر سر آن خسته گذاری بکند. دستی از غیب برون آید و کاری بکند. هیچ یک، هیچ یک حتی از جای نجنبیدیم، آستین ها را بالا نزدیم، دستان غرق در امواج بلا را نگرفتیم تا از آن مهلک شاید برهانیمش، به کناری برسانیمش. موج می آمد، موج می آمد چون کوه و به ساحل می ریخت با غریبی که به خاموشی می پیوست، با غریقی که در آن ورده به کفها به هوا چنگ می زد، می آویخت. ما نمی دانستیم این که در چنبر گرداب گرفتار شده است این نگونبخت، که این گونه نگونسار شده است. این منم، این تو، آن همسایه، آن انسان، این ماییم، ما همان جمع پراکنده، همان تنها، آن تنهاییم. همه خاموش نشستیم و تماشا کردیم، همه خاموش نشستیم و تماشا کردیم. آن صدا اما خاموش نشد. آی آدم ها، آی آدم ها، آن صدا هرگز خاموش نخواهد شد. آن صدا در همه جا دائم در پرواز است. تا به دنیا دلی از هول ستم می لرزد، خاطری آشفته است، دیده ای گردانه گریانه است. هر کجا، هر کجا دست نیاز بشری هست دراز، آن صدا در همه آفاق تنین انداز است. آه اگر با دل و جان گوش کنیم، آه اگر وسوسه نان را یک لحظه فراموش کنیم، آی آدم ها را در همه جا می شنویم، در پی آن همه خون که بر این خاک چکید. ننگ من باد این جان، ننگ من باد این جان، شرم من باد این نه این نان. ننگ من باد این جان، شرم من باد این نان. ما نشستیم و تماشا کردیم در شب تار جهان، در گذرگاهی تا این حد ظلمانی و طوفانی، در دل این همه آشوب و پریشانی، این از پای فرو می افتد. این که بردار نگونسار شده است، این که با مرگ در افتاده است، این هزاران و هزاران که فرو افتادند، این منم،
این تو، آن همسایه، آن انسان، این ما ایم، ما همان جمع پراکنده، همان تنها، آن تنها هاییم. این همه موج بلا در همه جا میبینیم. آی آدم ها را میشنویم، نیک میدانیم دستی از غیب نخواهد آمد، هیچ یک، حتی یک بار نمیگوییم با ستمکاری، نادانی این گونه مدارا نکنیم. آستین ها را بالا بزنیم، دست در دست هم از پهنه آفاق برانیمش، مهربانی را، دانایی را بر بلندای جهان بنشانیمش. آی آدم ها موج می آید، موج. برای همکلاسی هایش دوست تنبور نواز، برای مادرش کیانوش آسا فرزند دلبند با هزاران امید، جدول دعوت کسی ما بود، چمش بود آخما میشن شال نفسر. در آیین یارسان کرماشان نور، طبیعت و نوای تنبور جایگاه مقدسی دارد. کیانوش آسا هم برای خلق محیطی سبز برای نسل آینده در کرمانشاه فعال بود. کیانوش آسا به عنوان یکی از اعضای فعال جبهه سبز کرمانشاه، صلح سبز، 3000 نهال رو از منابع طبیعی تحویل گرفت و با دیگر دوستان خودش در جبهه سبز، دیگر اعضای جبهه سبز کرمانشاه به این شهرک آوردیم و توزیع کردیم. کیانوش آسا در سال 1387 با رتبه عالی در دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پتروشیمی دانشگاه علم و صنعت تهران پذیرفته شد. به گفته خانواده و دوستانش، او از هوش و استعداد بالایی برخوردار بود و در سن 25 سالگی یکی از دانشجویان ممتاز رشته خود بود. قول استادش انتظار داشتن در آینده یکی از بزرگان جامعه صنعتی و علمی کشور باشند. کیانوش آسا و برخی از دوستان دانشجویش در 25 خرداد 1388 در راهپیمایی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند. مادرش بهش زنگ میزنه که الان تهران شلوغه، سریع برگرد تو اون شلوغی وای نیستی. ولی ساعت غروب دیگه ارتباط تلفنی قطع شد مادرش با کیانوش. به گفته دوستان همراهش، در میدان آزادی تهران گلوله‌ای به پهلویش اصابت کرده بود. 8 روز تهران بازداشتگاه‌های مختلف و زندان عین رو گشتن تا بالاخره کسی از همکاران خواهرم گفته بود که 28 پیکر از شهدا در پزشکی قانونی هست، برید ببینید اونجا نیست. منم تهران رفتم، به هر حال رفتیم دیدیم. بله، کیانوش نازنین کیانوش ما بود. روی قرآن کار پزشکی قانونی دراز کشیدم. وقتی کارت های کیانوش رو، اون درجه علمیش رو جلو دست بازپورت گذاشتم، خودش واقعا دچار حسرت و حیرت شد و ابراز تأسف کرد.
بنابراین مشکلی نبود. فرید نوشتن که جنازه را به ما تحویل بدن.